دوستان عزیز، پیش از اینکه ما به بریک بریم، یک خواندن شما بینندگان عزیز ما دیدیم و بعد از این پیش از اون مایرا جان یک سوال داشت از شما. بله مایرا جان، شما بفرمایید. خب استاد محترم، یعنی بعض افغانهایی که در خارج تولد می شود و یا این بزرگ می شوند، این در مورد این کلچر افغانی بلدیت ندارد، در باید خودتون چی میگیم؟ بله، اصلا بساری فامیل هایی که بیرون از کشور هستند، در بار مورد اطفال و جوان ها، او مربوط میشه به والدین و فامیل هر جوان و هر طفل. که والدین و بزرگای فامیل چطور میتونن که امو رسم و رواج و عادات پسندیده افغانی را بر اطفال خود وقتاً فوقتاً گذرد کنن؟ خامخا در جامعه که انسان زندگی میکنه یک اندازه تاثیرپذیر میباشه. ما در زبان پشتو مطلع داریم که میگه چیر تا چی ووسی پخوی بده اغوسی. یعنی ای که در جامعه که زندگی میکنیم خامخا عادات و رسم و رواج و کلچر اونا هم بالای ما تاثیر پذیر است، تاثیر گذار میباشه. واقعاً استادیان، واقعاً استاد جان، میشه که مهاجرین با حفظ کلتور خود، با حفظ کلچر خود در کشور بیگانه زندگی کنند؟ بله، چرا نه؟ اما باز هم مهاجرین به صورت کتلوی اگر میباشه میتونن که کلتور کلچر خود را تا اندازه حفظ کنند، اما آهسته آهسته یک اندازه تغییرات دهش میاید. چرا؟ به خاطر از اینکه در جامعه که انسان ها زندگی می کنند خواهی نخواهی به فیصدی کم می تانه که کلچر و عادات و رسم و رواج او جامعه که آدم زندگی می کنه او را آدم می گیره. این یک امر طبیعی است. واقعا خوب عمر جان، باز هم بر ما یک زنگ آمده، زنگ می گیریم و بعدا با استاد جان سخنان خود ادامه می دیم. بله سلام. بله بفرمایید. بله بله سلام برادر عزیز، خوش آمدین در پروگرام ما. السلام علیکم. و علیکم السلام. کیتو چنل؟ جی جی جی. کیتو است خوب است؟ آپ پاکستان سے ہو یا افغانستان سے؟ آپ اردو میں بات کرو یا فارسی میں؟ آئی ایم پاکستانی بٹ آئی لائک سو یو نو آئی لائک پرشین ویری مچ سو کین آئی ٹاک ٹو ان پرشین؟ جی جی شور. Okay, my name is Zahid from Karachi. आपको हम खुशामदीद बोलते हैं इस प्रोग्राम में। Thank you so much. और ये आप बताइए कि कराची का वेदर कैसा है? कराची's weather is, you know, medium hot. बहुत अच्छा। इनका नाम क्या था? कॉल कट गई हूँ मेरा। नाम आरिफ था इनका, हमारे भाई का कॉल था। कॉल भी कट गया और इनकी बात हम पूरी भी नहीं सुन पाए। ये पाकिस्तानी थे जी ना, लेकिन इनको बहुत शौक था कि ये पर्शियन में बात करें। قبلن هم بر دوستان عزیز گفتم که واقعا که زبان دری بسیار شیرین است و ما خوش هستیم که ما افغان هستیم. اینکه تلفظ سی پتا چلتا ای که افغانی نہیں ہے. بله واقعا مایرا جان، همه قسم که ما وقت اردو گپ میزنیم فامیده میشه که ما اکسن چینج ہوتا ہے. بله فهمیدم میشه که ما پاکستانی نیستیم. آدم صحیح گفت زده نمیکنه. خب استاد جان، در باید بگوین که ما چقدر میتوانیم که کلچر افغانی را در کشورهای بیگانه که باشیم زنده نگه داریم. اگر به صورت کتلوی افغان ها در یک جایی میباشن میتونن که تا اندازه رسم رواج و کلچر خود را حفظ کنن، نگاه بکنن. اما خواهی نخواهی محیط اوجه یک اندازه اثر تاثیرگذار می باشه. به خاطر از اینکه او هر جامعه برای خود عادات و رسم و رواج و کلچر بخصوص خود داره. وقتی که در یک جامعه انسان زندگی میکنه آهسته آهسته، به طور مثال مثلا در کشورهای غربی انسان اوجا که یک دیار زندگی میکنن به مو تیپ لباس میپوشن. در کشورهای شرقی تیپ نو دیگه لباس میپوشن. مثلا در افغانستان قسم دیگه لباس میپوشن، به یه قسم دیگه. ببینید که تفاوت هایی از خامخا
از خاطر تاثیر گذار می باشه. بله واقعا استادیم. بله من فکر میکنم لباسایی که در خارج می پوشن نمی توانن که در مملکت خودشون لباس ها را بپوشن. بله باشه طبعا. مشکل می باشه. بله همین رقم است. بله بله واقعا مریم جان وقتی که انسان در یک جامعه که میره باید خود همرنگ جامعه بسازه. بله قسم که ما در پاکستان هستیم ما نمیتونیم که کالای خود افغانستان را بپوشیم. کالای خود افغانستان کالای افغانی است. بله کالای افغانی. بله ها که زیادتر حال مردم در محفلا میپوشن. اما حالا در افغانستان یعنی کالای افغانی خود را نمیپوشن. بله. زیادتر دخترها پتلون میپوشن. بچه ها همچنان. بله مگم کالای افغانستان خود جون نیشنل جوسه و نمیتوانم که کالای افغانی رو در بازار بپوشم. عجیب مال میشه واقعا دیگه ده بسیار پرکاری میباشه من میگم که آدم پوشه نمیتونه که صحیح درست کارام کنه و نمیتونه که درست تمام وظایف خود درست انجام داده نمیتونه. اما کالای افغانی واقعا که بسیار زیباست. من خود بسیار خوشم میاد کالای افغانی. خب مریم جان شکر که کالای افغانی خوشت میاد. خوشه واقعا که خوشه همه افغان ها میاد. ما میریم طرف مهمان عزیز خود. استاد جان شما بر ما ای را بگوین که خود فرهنگ کلچر خود زمین یعنی چی؟ کلچر عبارت از مجموعی تمام سنن عادات و رسم و رواجی که در یک جامعه مروج است او را به صورت عموم کلچر ما میتونیم بگوییم. مثلا طرز غذا خوردن، طرز لباس پوشیدن، طرز برخورد در جامعه، در معاشره، طرز رفتار، طرز حرکات، طرز سکنات، برخوردها در آداب معاشرت، کلش یک کلچر جامعه را که یا کلتور یا کلچر جامعه را تشکیل میده. تمام رسم و رواجی که در یک جامعه می باشه تمام ای را احتوا می کنه. بسیار خوب استاد جان. اول قسم که شما از نان خوردن غذا خوردن یاد کردین استاد جان، شما ما معلومات داریم درباره از غذا افغانستان. شما میتونین که بر بینندگان عزیز ما بگین که چیز نان غذایی که از خود افغانستان است او کدام غذا است؟ یعنی غذایی که زیادتر مردم افغانستان میخورند در خود افغانستان. بله صرف میکنید. ای را باید خود شما جواب بگوین. بله ما خود ما قبلا ما هم گفتم که ما میخوایم استاد جان، ما گفتم بر بینندگان عزیز استاد میخواهی که ما جواب بدیم. مایرا جان هزار دفعه خودت میگی یا ما بگویم؟ مایرا جان من میگم غذای مشهور افغانستان منتو، آشک، قابلی پلاو. بله که پاکستانی ها همچنان بسیار خوش داره قابلی پلاو و این برنج ما را. قابلی پلاو بسیار لذیذ است. بله بسیار لذیذ است. از خاطر مردم پاکستانی هم علاقه زیاد دارن. میشه دیگه مردم ها غیر از پاکستان دیگه مردم هم زیاد علاقه داشته باشین؟ چون ما در داخل پاکستان هستیم تنها از مردم پاکستان هم باشیم. و همچنان بولانی که میگن. بله بله که غذای واقعا بسیار غذای خوب و لذیذ از غذای افغانستان است. آه مایرا جان خودت چطور هستی در آشپزی؟ بله چرا نیست؟ در آشپزی بخاطر که مادرم همچنان آشپز خوب است و از مادرم زیاد آموختیم آشپزی را. دیگه مادرم خوب آشپزی میکنن. و در غذای مورد پسند خودتان چیست؟ غذای مورد پسند من کل غذا را خوش دارم. اما قسم که میگن که ناشکری میشه بل من قسم غذا باشم میخورم. اما غذای پسند من یعنی مو فیوریت غذای من قابلی است. بله ما خود خزکی نگفتیم از استاد محترم رو پرسان کنیم. بله استاد جان شما کدام غذا علاقه دارید و کدام غذا؟ برای من هم قابلی اگه باشه بهتر است. بسیار خوب استاد جان اینا پسند ما استاد جان. یک چیز خب استاد جان شما یک استاد بسیار ورزشین که ما هم میفهمیم و تمام بینندگان عزیز ما که یک استاد با تجربه و ورزیده هستین. شما یعنی چقدر در یونیورسیتی هم شما درس دادین، در مکاتب هم درس دادین. از نظر شما یک شاگرد ورزیده چه قسم شاگرد میباشه؟ و یک قسم مبردان سوال کنم که شاگرد چی کنه که مورد پسند استاد خود قرار بگیره؟ سوال بسیار خوبی است. بهترین دانشجو همو جوان است که با دیسپلین باشه و تمام مقررات مؤسسه تعلیمی را رعایت بکنه
تمام هدایات درسی را روزانه رعایت بکنه و نگذاره کار امروز به فردا نگذاره. بهترین دانشجو، بهترین متعلم، بهترین شاگرد امیست که کار روزانه خود به روز انجام بده و تمام مقررات مؤسسه تعلیمی را، چی مکتب باشه، چی کالج باشه، چی پوهنتون یا یونیورسیتی باشه، او را رعایت بکنه و به صحت به ورزش علاقمند باشه، به کلچر کلتوری بسیار خوب داشته باشه و از گشت و گذارهای بی جای اجتناب بکنه و همچنان در بازی‌های بسیار مفید دست جمعی سپورتی اشتراک داشته باشه که از یک طرف برای صحتش خوب است و از مواد بسیار مضر و از مواد بسیار مفسده که در جامعه وجود میره باشه از بعد دور می باشه. بسیار خوب استاد جان. خوب استاد جان، شما که در پاکستان زندگی می کنید، در مورد مردم پاکستان خودتان چی گفتین دارین؟ چه قسم مردم پاکستان؟ بله، خواهرها و برادرای پاکستانی ما مردمای بسیار شریف و برادرای خواهرها و برادرای مسلمان ما هستین. ما در پیش گفتار خود عرض کردم که ما از خواهرها و برادرای پاکستانی خود ممنون و مشکور هستیم که اضافه از 3 دهه برادرای خواهرها و برادرای افغان مهاجر خود به حیث پناهگزین اینجا در آغوش گرفتن، یعنی زمینه درس، تعلیم، تحصیل و سایر مشغولیت ها و مصروفیت های مشروع را برشان مهیا ساختن که هر افغان میتونه که نظر به استعداد خود، نظر به علاقمندی خود در یک بخش زندگی مصروف باشه و برای خود و فامیل خود مصروفیت مشروع داشته باشه تا از او را بتونه که نفقه برای فامیل خود پیدا بکنه. بسیار خوب استاد جان. استاد جان، ما بر شما اول میخواییم که بگوییم که قبلا هم قسمی که گفتم شما بسیار زیاد تشکر از اینکه در پروگرام امروز تشریف آوردین و شما به ما افتخار بخشیدین. استاد جان، پروگرام امروز ما خاتمه می‌یابه. قبل از اینکه پروگرام ما ختم شوه، نصیحتی که شما میخواین که کدام نصیحت کنین به نوجوانان امروزی؟ بله، به نیو جنریشن، کسایی که به نیو جنریشن خواهش میکنم. ما نصیحت گفتین، نصیحت نیخو، یا خواهش از تمام جوانا دارم که دائم جوانای افغان که در جامعه که زندگی میکنیم مقررات و جامعه را رعایت بکنیم، باعث انسان افغانهای متمدن و افغانهای با کلتور، و در مرحله دوم سعی و تلاش کنیم که مسائل تعلیم و تربیت، مسائل تعلیم و تربیه خود پیش ببرن جوانا تا در آینده عضو مفید جامعه که زندگی میکنن باشن و عضو مفید وطن خود، برای افغانستان، برای کشور خود عضو مفید و عضو با افتخار، باعث جوان تحصیل کرده، جوان با دیسپلین و جوان متخصص باشن که بتانن برای کشور خود خدمات کنن. و از تمام جوان ها و از تمام افغان ها خواهش میکنم که تحت لوای اتحاد و اتفاق و برادری و برادری تمام خواهرها و برادرها یک اتحاد اتفاق باشه تا وطن ما آباد شوه، و از برادرهای همسایه های خود تقاضا میکنیم بوده این اتحاد و صلح آشتی ما را یاری کنن و کمک تشکر کنن. تشکر از شما هم تشکر میکنم که از ما دعوت کردین تا چند مطلب برای شما و برای جوان ها برس برسانم. جهان سپاس استاد جان. و مایرا جان، از خودت هم تشکر از هم همکاری. جی ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام بھی ختم ہوا. آپ لوگ لیکن آپ لوگ جائے گا مت، آپ لوگ ایک سانگ سنیں، ایک بہت اچھا سا سانگ ہے، اور ہمیں اجازت دیں نیکسٹ ویک تک. آپ سب لوگوں کو پھر میں اردو میں یہ اینڈ نہیں کر سکتی، میں فارسی میں بولتی ہوں. تمام دوستان، شما دوستان عزیز، با خداوند یکتا میسپارم تا ہفتے آئندہ. خدا حافظ دوستان عزیز، اللہ حافظ ناظرین.